باز هستی طاقتم را تاخ کرد، دفتر صبر مرا اوراق کرد. یادم آمد خلوتی خالی ز غیر، پیری اندر صدر آن یادش بخیر. خمصفت خمصفت صافی دل و روشن ضمیر، خزوش گمگشتگان را دستگیر. مرمرا از حال خویش افزوده حال، خواب بودیم می ندانم یا خیال. هشت بر زانو سر تسلیم من، خواستا سری پس لب گوهر فشان آورد پیش. پیشتر بردم دو گوش هوش خیش، از دم آن مقبل صاحب نظر، گشتم از شور شهیدان با خبر. عالمی دیدم از این عالم برون، عاشقانی سرخ رو یک سر ز خون، دست بر دامان واجب برزده، خود ز امکان خیمه بالاتر زده. گرد آن شمع هدا پروانه وار، گرد آن شمع هدا از هر کنار، پرزنان و پرفشان پروانه وار. ترسم از این بیشتر شربی دهم، تار تن را نطق بشکافت زهم. زان که در گوش منم بالا نژاد گفت، اما رخصت گفتن نداد. بخور بی‌نوا، انشاءالله که روزهای آخر فقر و فلاکت و گرسنگی در کوفه است. قرار است باران طعام ببارد؟ مبارکتر از آن، باران هر چقدر هم که ببارد ساعاتی بعد متوقف می شود. سیلی از برکت راهی کوفه شده، خبر نداری ای غافل از همه جا. سیل؟ خوشحالی دارد سیل؟ سیل بیاید همین خورده چیزی که دارید با خودش میبرد. خاک به دهانت که همیشه جز زخم زبان حاصلی ندارد و نداشته. بریم دختر. تا که میخواهی اون زبان مار زده ات مردم را نیش بزنی؟ من نیش نزدم، حقیقت را نشانش دادم. گفت قرار از سیل بیاید، آموختمش سیل خانمان برانداز است. همین سیل؟ آره سیل، خیرات میداد که قرار از سیل برکت بیاید. سیل برکت دارد؟ الحق و الانصاف، آنچه مردم کوفه در مورد تو میگویند برازنده توست. عقبی، سیل مثل است و در مثل مناقشه نیست. احسن، خوب یاد گرفتی. من مجنونم و شوریده، بی سوادم و در جهل به سر میبرم. شما که قصه گویی و آداب دان، بفرمایید تا بنده در جریان قرار بگیرم. خبرداری که معاویه چند وقتی است مرده؟ خبر داشت. و خبر داری که تمام قول و قرارهایی که با حسن ابن علی داشت را زیر پا گذاشته و فرزندش یزید را بر تخت خلافت مسلمین نشانده؟ خبر داشت. و خبر داری که مردم کوفه خلافت یزید را تاب نیاوردند، انبان انبان نامه را به سمت مکه گسیل داشتند تا حسین ابن علی قدم رنجه بفرماید و به شهرشان تشریف فرما شود و آن حضرت پیشوای قیامشان شود تا این خلافت قصبی را براندازند؟ این را هم خبر داشت. پس چرا در اشتیاق و شور آنان حیرت میکنی؟ پس چرا آنها را به سخره میگیری؟ من حیران شور و اشتیاق اینان نشدم، من حیران شرم نداشته ایشان شدم. با
دوباره برسخی شد. من نمیدانم با آن همه جفایی که اینان به سر پدر آوردن چگونه رویشان میشود برای پسر دعوتنامه بفرستند؟ رفیق من، الان مهم این است که آن نامه ها در راه مکه است و قیس بن مسهر عازم مکه. هنوز پاسخ نامه را نگرفته این گونه بذل و بخشش و خیرات می کنند؟ دلشان به جواب مثبت حسین ابن علی گرم است، چه ایرادی دارد که آواز خوشحالی پیشا پیش سردهند؟ خودشان بریدند و دوختند و در خیال پیراهنی که در تصور دارند را پوشیدند. از خلیفه که طلب بخشش مالیات نمی کنند، از نوه پیغمبر خدا خواستند که کمکشان کند و استمداد طلبیدند و مطمئن هستند که آن حضرت دعوتشان را تقبل خواهد کرد. در هر صورت رأی من همان است که گفتم، سیل برکت ندارد. نه آن سیلی که از مکه سرازیر کوفه است. من سیلی را میبینم که از شام عازم میشود و چهره بی‌نقاب این کوفیان را نمایان میکند. آبروها بریزد این سیل. هنوز در فکری پسر عقیل؟ در فکر آن دو راه بلدم که قول دادن ما را از مدینه به کوفه برسانند. تشنگی اما نشان نداد. خداوند در بهشت بر این جایشان دهد. همگی می دانیم قیامی که شروع کردیم مسیر پرخطری دارد. جهاد اگر راحت باشد که اجر ندارد. من ترس از جهاد و سختی هایش ندارم. نگرانی من به خاطر سنگینی بار این مسئولیت است. میترسم شانه ام تاب و توان و تحمل این وزن را نداشته باشد. بیهوده میترسی مسلم، خطیر از صحیح. ولی اگر ناممکن بود که آقا و مولای من حسین، تو را که از عزیزترین کسانش هستی و همیشه برادر خطابت میکند، به عنوان سفیر و نماینده عازم کوفه نمیکرد. دلشوره دارم قیس، نگرانم که گم کردن مسیر و وفات آن دو همراه من از تشنگی نشانه ای باشد. بر من واجب است که پسر عمویم حسین را از این پیش آمد مطلع سازم. ایشان خود بهترین تصمیم را خواهند گرفت. نام این مکان چیست؟ تنگه خبیب. نامه ای برای مولایم می نویسم و شرح اتفاق می دهم. نامه را به ایشان برسان. من هم در این آبادی منتظرت میمانم تا جواب حسین را مبنی بر تعیین تکلیف من بیاوریم. تعیین تکلیف؟ این که با رخ داده این ماجراها هنوزم به مأموریت محول من باید ادامه دهیم یا باید دست نگه داریم؟ اما مسلم، میدانم خسته ی راه، اما چاره ای نداریم. خستگی فدای سرت مسلم. تمام ترس من این است که مولایمان حسین فرمان توقف دهد. اگر با آل پیامبر بیعت کرده ای، پس به تدبیرشان هرچی که باشد شک نکن. به روی چشم. راضیم به رضای خدا. سلام بر تو بنده شریف خداوند که یار و یاور اولاد پیامبری. جانم فدای علی و اولاد خاندانش. کمی استراحت کن. نزد پسرم اویم برو. چه می کنید؟ بس است. ببینم این چه کار زشتی است که می کنید. مادرانتان به شما ادب نیاموختند؟ بگیر بینوا، صورتت را پاک کن.
اینجا که میرسد تقصیر گردن مادرها میافتد که چرا در تربیت کودکان سهل‌انگاری کردند. چه بر سر این بینوا آوردند؟ هیچ زنی دستور جنگ و نزاع و دعوا را صادر نمی کند، چون خوب می داند آخر هر پیکار این زنانند که باید در سوگ شوهر و فرزندانشان اشک بریزند. بروید بچه ها. چه دل پوری از شوهرش داشت. شاید برادرانش، شاید پسرانش، شاید هم پدرش. در این حال روز هم دست از پرت و پلا گفتم بر نمی داری؟ قصه مرا نخور قصه گو. اینها همه تقاص است که من پس میدهم. دنیا جای غریبی است. اگر از چون تویی تقاص بستاند. تقاص برای همه است. عاقل و شوریده و خرد و کلان و زن و مرد نمیشناسد. من هم وقتی کودکی بودم به رنگ و فریب کودکان دیگر و اوباش کوفه در کوچه های همین شهر به پیرمردی سنگ می زدم و دشنام می گفتم. حقم است که سنگ بخورم. نوش جانم. در گذشته چه کرده ای؟ عاقل مجنون. از قصه من درگذر. قصه های زیادی پیش رو داری برای روایت کرد. مغزت رو درگیر قصه های من نکن. قصه بگو. قصه غریبی. قصه تنهایی. قصه این شهرشون. تو چه میدانی که دیگران نمیدانند؟ تو چه میبینی که دیگران نمیبینند؟ من هیچ چیز نمیدانم. من هیچ چیز نمیبینم. من فقط میخندم. تا عمر دارم فقط میخندم. هرچه بر من سنگ بزنن میخندم. هرچه بر من چوب خورد کنن میخندم. این سر که بر این تن میبینی جای سنگ است. تو هم اگر میخواهی سنگی بزن باز هم میخندم. میخندم همه را به سخره میگیرم. اما بدان بدان که این خنده های من از هزاران گریه آینده دردناکتر و تلختر است. بیست این هم از دروازه کوفه ابن عقیل. باری از روی دوشم به زمین گذاشتم. این تازه آغاز راه هست مؤمن. بارت رو خیلی زود بر زمین گذاشتی. ما تازه به میانه راه رسیدیم. گمان میکنی من از آن دست دوستانی هستم که در میانه راه رفیق و همسفر خود را تنها میگذارند؟ ولی هنوزم نگرانم. نگران نباش مسلم. باور کن بیهوده نگرانی. این شهر هیچ وقت درونش شبیه بیرونش نبوده. این شهر خون به دل عمو و پسر عموهایم کرده. زمان عوض شده است مسلم. مردم آگاه تر شدند. با خون و استخوانشان ظلم بنی امیه را درک کردند. جانشان به لبشان رسیده.
وگرنه قریب به 300 نامه با اشک و التماس برای حسین ابن علی نمی نوشتند که آقا تو را به جان جدت بیا و منجی ما باش. چه بگویم؟ دروغ است اگر بگویم حرفایت دلم را آرام کرده است. به خانه مختار برو مسلم، برو تا آنجا با چشمان خودت ببینی که کوفیان دیگر آن آدمهای گذشته نیستند. برو تا ببینی چگونه با اشتیاق انتظار دیدن سفیر مولایشان حسین را دارند. امیدم به توست که تو یار و یاور و پناه منی. رضایت دارم به آنچه که تو تقدیر کرده ای. هرچه تو بخواهی همان است و همان می شود. با همه این احوال عقل حکم می کند که کمی محتاط باشید. بهتر است به صورت مخفیانه خود را به خانه مختار برسند. تو که گفتی کوفیان سر و پا شوق سفیر نوه پیامبرشان را می کشند، چه شد پس؟ ترسم از بابت جاسوسان یزید ملعون است. آنها در هر جایی و در هر لباسی می توانند ظاهر شوند. عقل حکم می کند تا محرز شدن قیام کمی محتاط باشی. نگران نباش رفیق من، خوب به آداب کوفه و کوفیان آشنا هستم. هرچه سریع تر نزد طایفه سعیدا برو و خبر آمدن من به کوفه را به ایشان بده. بروی چشم. بهتر نیست اول شما را برسانم و بعد خود با خیال راحت عازم سفر شوم؟ مسلم را به کوفه آورده ای، نه طفل مسلم را که راه را بلد نباشد و مسیر را گم کند. انشاءالله که دیگر در این شهر غریب نیستم. برو قیس، با خیال راحت برو. فقط حتما سری به قبیله بنی اسد بزن و به حبیب ابن مظاهر اطلاع بده که مسلم در کوفه انتظارت را میکشد پیر مرد. بروی چشم. سلام مرا به مختار برسان. خدا پشت پناهت برادر. می گریزم از شر شیطان و پناه می آرم به لطف و کرم مهربانیت که خودت بهترین نگاهبان و حافظ جان مخلص‌ترین بندگانت هستی. سلام خدا بر حبیب ابن مظاهر. از کجا بودی پسر مسلم؟ دلمان به هزار راه و بیراه رفت. چرا انقدر سفرت طول کشید؟ حسین را دیدی؟ نامه های من را خواند؟ چه گفت؟ اول سلامم را علیک بگو مرد خدا. هزار سلام بر تو بود. حق بده در تب و تابم بدانم چرا سفرت طول کشید، حاصلش چه بود؟ بنشین. قصه‌اش مفصل است حبیب. با مسلم از مکه عازم مدینه شدیم تا با خانواده و دوستانش وداع کند و حلالیت بزنیم. با مسلم؟ کمی صبور باش شیخ عجوب. آری مسلم. امام که نامه هایتان را خواندند دستور دادند که مسلم به عنوان سفیر و نماینده ایشان عازم کوفه شود تا از صحت درخواست کوفیان برای بیعت با ایشان اطمینان خاطر حاصل شود. مسلم هم با تا آمد؟ اگر اجازه دهی خواهم گفت. همانطور که پیشتر گفتم با مسلم به مدینه رفتیم و از آنجا به اتفاق دو نفر همراه و راهنما عازم کوفه شدیم. متاسفانه در میانه راه به بیراهه رفتیم و گرفتار بیابان شدیم و هر دو همراه من از شدت تشنگی جان باختند. خلاصه هر طور بود خود را به تنگه خبیب رساندیم. آنجا مسلم گفت باید پسر عمویم را مطلع سازم. این گونه شد که دوباره با نامه مسلم عازم شدم و دوباره دستور حسین ابن علی را در تنگه خبیب به مسلم رساندم و از آنجا دوباره عازم کوفه شدیم.
این گونه شد که سفر پرماجرای من به درازا انجامید. خدا قوت مرد خدا، خسته نباشی. خدا به شما عمر دراز و پر عزت بدهد بزرگ بنی حسد. عمر دراز نمیخواهم، من فقط یک کار ناتمام دارم که میخواهم در رکاب حسین باشم. باقی هر چه باشد ارزانی خودتو. چوب میزنید حبیب، طوری میگویید که انگار ما تشنه مال دنیایی. ما هم چیزی افزون تر از این دنیا برای یاری مولای من نمیخواهیم. قیس عزیز، ذوق دیدار یار سر شوقم آوردی، شیرین زبانی میکنم. همیشه شیرین کام باشید مرد خدا. کام من تنها با شهد شهادت در راه حسین شیرین میشه. بیشترش بماند تا از زبان خود مسلم بشنوید که در کوفه چشم انتظار دیدن حبیبش است. سر جانم فدای این خبر خوش باد. خداوند دلت را روشن کند که قلب من پیر مرد را شاد کند. زنده باشی حبیب. مسلم در خانه مختار است و سفارش کرده حتما حبیبش را به دیدارش ببرد. پس آماده عزیمت شوید که وقت تنگ است. با سر و جان می آیم، فقط کمی زمان بده تا آماده شوم. در پناه حق. پسر عمویم حسین مرا امین و برادر خودش خوانده و به نمایندگی خود به نزد شما فرستاده تا اطمینان حاصل کند از حقیقی بودن نامه ها و نیت خیلی عظیم کوفیان. آنچه از شواهد و قرائن پیداست، عزمتان جزم و راسخ است برای جهاد در برابر قوم ظالم و ستمگر بنی امیه که با زور و قلدری تکیه بر جای رسول خدا زده و خود را نایب بر حق ایشان امیر و پیشوای مسلمین جهان می دانند. هر کسی اگر ذره ای از انصاف بهره برده باشد نیک می داند که این ادعایی سراسر کذب و دروغ است، چرا که فساد و رسوایی ابو سفیان و تک تک نوادگانش بر چشمان کسی پوشیده نیست. و یزید ابن معاویه که اکنون قاصب این جایگاه است به چیزی جز شراب خاری و معصیت شهره نیست. پس به شما مژده می‌دهم که با ارسال نامه تاییدی که توسط برادر دینیم قیس ابن مسهر برای پسر عمویم حسین میفرستم، ایشان دعوت شما را لبیک خواهند گفت. باشد که تا پای جان پای قولتان بیستید تا روسیای دنیا و آخرت نشوید. از خداوند متعال درخواست دارم که مرا بابت ارسال این نامه مهم و حرکت مولایم به سمت کوفه تا ابد روسفید و سرفراز نگه دارد. ختم کلام قیس. هرچه سریع تر خود را به پسر عمویم برسان. هر آنچه که باید را درون این نامه نوشتم. به روی چشم برادر. خدا پشت و پناهت برادر. سلام برادر. سلام بر خودت. سلام خدی. قیس ابن مسهر بود؟ آره. خدا پشت و پناهت قیس. دلم برای تنگ می شود. طوری ابراز دلتنگی می کنی؟
یک آن فکر کردم لیلا برای مجنون ابراز دلتنگی میکند. نگفتم او دلش برای من تنگ می شود، گفتم دلم برای تنگ می شود. من سر از حرفهای تو در نمی آورم. نگران نباش، لیلایت بر می گردد. من نمی دانم تو چه عداوتی با کوفه داری، چه کینه ای با مردمان کوفه داری. دیدی که مسلم هم بر صحت نیت آنها مهر تایید زد. مسلم چه چیزی دید که بر نیتشان مهر تایید زد؟ نمیبینی؟ نمیبینی مردم چه حمایتی از مسلم میکنند؟ نمیبینی همه با او بیعت میکنند؟ مسلم هم میداند که دیگر آل علی در کوفه تنها نیست. دسیسه چینانی که یزید و یزیدیان را مطلع کردند. خیالت یزید نمیدانست که حسین بر حق است و خود ناحق؟ چرا؟ ولی چنین روزهایی را نمیدید که برایش نقشه بکشد؟ چرا ولی خیالت وقتی ابن زیاد را با چندین سرباز به کوفه فرستاد، نمیدانست که 4-5 هزار نفر کوفی با حسین و مسلم بیعت کردند؟ چرا دوست من ولی خیالت ابن زیاد بر روی سربازانش حساب باز کرده بود؟ نه. ابن زیاد بر روی طلاهایش هم حساب باز نکرده بود؟ ابن زیاد بر روی طمع، دورویی، پلشتی، کثافت و حیله‌گری کوفیان حساب کرده. هر چه دشنام بدهی حق داری، هر چه گفته بودی حق بود و حقیقت. چه کسی میگوید که تو هیچ نمیدانی؟ چه کسی میگوید که تو هیچ نمیفهمی؟ شیر میزنی؟ به نظرت تا کی توان در بدنت باقی میماند که اینگونه از ما بکشی؟ بالاخره که ضعف بر تو مستولی میشود و شمشیر از کفت به زمین میافتد. دلاوری چون تو حیف است که اینگونه نیمه شب در این بیابان تنها و در گمنامی کشته شود. هرچه که از ما کشتی عیبی ندارد، مشروط به این که شمشیرت را تسلیم کنی. شما کیستید و چرا راه بر من بسته اید؟ لباس هایتان که به حرامیان و دزدان نمی ماند. من حسین پسر نمیر، فرمانده سپاه تمیم و همدان، به دستور عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه، مسئول امنیت قادسیه و تمام مسیرهایش هستم. شمشیرت را زمین بگذار و تسلیم شو تا تو را نزد حاکم ببرم. قول میدهم که خودم وساطتت را کنم. سپاه تمیم همدان چه بر سر کوفه و قبایلش آمده؟ ابن زیاد حاکم کوفه، چه بر سر کوفه و کوفیان آمده؟ وای بر من، وای بر من. مسلم چه بر سر مسلم آمده؟ حسین به کوفه نیامد،
کوفه نیازه، به کوفه نیازه. حسین به کوفه نیا، تشنم. آیا پشت این دیوارها فقط مرگ و نامردی خوابیده؟ یک مرد در این شهر پیدا نمی شود که جرعه آب ببندد. تو کیستی؟ مردی از شیعیان و هواداران علی و اولادش. شنیدم نامه‌ای در دست داشتی که هنگام دستگیری آن را پاره و معدوم کرده ای. کاملا درست به گوشت رساندند. بلبل زبانی کافی است، بگو برای چه این کار را کردی؟ برای اینکه تو از محتویات نامه با خبر نشوی. آن نامه از طرف که بود؟ از طرف مولا و آقایم حسین. برای که فرستاده بود؟ برای مردم کوفه. داخل نامه چه نوشته بود؟ نمیدانم، از محتویات نامه خبر ندارم، فقط امانت بود در دستان من. حتما در را وسوسه شدی و نامه را خوانده ای. بگو در داخل آن چه نوشته بود تا از کرم و بخشش ما نصیبت کنیم. خیانت در امانت حرام است. میدانم، خواستم عیار تقوای تو را بسنجم. پسر زیاد شده سنگ محک و عیار تقوا میسنجد. این روزها در کوفه اگر گاو میشا هم سخن بگویند جای تعجب ندارد. گزافه گویی نکن، بگو آن نامه را برای که آورده ای؟ موم در گوش هایت چکندند؟ گفتم که برای مردم کوفه. شنیدم از حرام گوش کمتر، اشخاصشان را نام ببر. نمیدانم. نمیدانی یا خودت را به نادانی زدی؟ زیر شکنجه و تازیانه که مقر آمدی، آن وقت میفهمی دنیا دست کیست؟ دنیا در دست و سیطره خداوند قدار و مقتدر است ولا غیر. از محتویات نامه خبر ندارم، ولی اگر خبر هم داشتم باز هم چیزی نمیگفتم. اکنون میتوانی شکنجه هم کنی یا دستور بدهی زبان از حلقم بیرون بکشند. بسم الله. خیرگی نکن جوان، مسلم کشته شد. تمام یاران و هم قبیله هایت یا عضو سپاه یزیدن یا کشته شدن یا از ترس جانشان گریختن. تو در کوفه تنهایی. پیشنهادی برایت دارم که اگر اجابتش بکنی، به علاوه بر پور، طلا و سکه های شامی که نصیبت می شود، تو را به فرماندهی یکی از لشکریان خودم منصوب می کنم. پیشنهادت چیست؟ آفرین، سر عقل آمدی. به تو می گویم چه کنی. تو انجام بده، عافیت و پاداشت با من. بگو از من چه میخواهی. سخت نیست. موقع نماز به اتفاق وارد مسجد کوفه میشوی. بعد نماز بالای منبر رفته و شروع میکنی به لعن و بد و بیرا به حسن و حسین و پدرشان علی، چرا که کذابانی بیش نیستن. و حسین تو را فریب داده و به مهلکه بازی خودش برای قصف خلافت مسلمین جهان وارد کرده. خلاص، به همین راحتی. قول میدهی؟ به روح پدر بزرگوارم قسم. حمد و سپاس خداوند منان را که محمد رسول و فرستاده اوست، که برای رستگاری ما پیام آوری برحق و شایسته بود. و اکنون یزید ابن معاویه بعد از پدرش معاویه ابن ابی سفیان بر جایگاه آن حضرت تکیه زدند. همگی ما به میزان کفایت و درایت امیرالمؤمنین یزید اشراف کامل داریم.
خصوصا که نماینده ایشان جناب ابن زیاد که در بین ما هستند خودشان به نیکی واقف به علم سنجش و محک عیار مؤمنین هستند، به همان میزان که از کفایت و لیاقت جناب یزید در دینداری و خدامداری اطلاع داریم 200 برابرش را به جناب معاویه رحمت الله علیه، بله رحمت الله علیه، 200 برابر دینداری یزید را باید به جناب معاویه نسبت دهیم. و کیست که از میزان تقوا و دینداری این پدر و پسر نسبت به خدا و رسولش با خبر نباشد؟ از اینها واضح تر ارادت جد بزرگوار جناب یزید یعنی جناب ابو سفیان به حضرت رسول محمد مصطفی بوده است و حتما پدر بزرگانتان از میزان حب و دوستی جناب ابو سفیان و حضرت رسول قصه های فراوان نقل کردند که چگونه آن بزرگوار دوست و یاری رسان آن حضرت بودند در اشاعه دین اسلام و قبل از ایمان آوردن قریشیان به خداوند یکتا و ترک شرک و بت پرستی تنها ایشان حامی و پشتیبان آن حضرت بودند و بارها خود را سپر بلا کردند تا از شر دشمنان دین خدا گزندی به آن حضرت نرسد. از میان حامیان آن حضرت ابو جهل و ابو لهب نیز از این فیض بی نصیب نبودند. خب شواهدی که گفتم نه بر تاریخ پوشیده است و نه بر مسلمین که خود حافظه تاریخی دارند. در این میان هستند کسانی که فضائل ذکر شده را به ابو طالب و علی ابن ابی طالب نسبت می دهند و تنها نایب برحق خلافت را حسین ابن علی می دانند ولا غیر. قضاوت را می گذارم به عهده شما و تاریخ. در پایان وظیفه‌ای به من محول شده مبنی بر فرستادن چندین درود و چندین لعن و نفرین، پس سخن کوتاه می کنم و می پردازم به اصل ماجرا. من قیس ابن مسهر از طایفه سیدا از قبیله بنی اسد بر روی منبر مسجد کوفه اول درود می فرستم بر محمد مصطفی رسول خدا و بعد از رسول خدا درود می فرستم به فاطمه دخترش، بر علی پسر عمو و نایب برحقش، بر حسن ابن علی نوه عزیزتر از جانش، بر حسین ابن علی نوه گرانقدرش، بر خون به ناحق ریخته شده مسلم ابن عقیل و هرچه لعن و نفرین بر زمین و آسمان است می فرستم بر یزید و ابن زیاد و آن ابو سفیان. چه منون لعنت بر یزید و معاویه و آن ابو سفیان. یا به قبیل دستانتا بریده با فرمانی داشته بر اون را ببرید آشان بالای برج کاخ به پایین پرتابش کنید. خدا حافظ قیس. بنویس قصه گو. چه بنویسم؟ قصه غریبی را. غریبی مسلم یا غریبی قیس را؟ این تازه شروع ماجرا است. قصه های غریبی زیادی میبینی برای گفتن. نمیتوانم. قصه بگو. قصه ساز. قصه بساز. نمیتوانم. قصه غریبی، قصه تنهایی، قصه آب، قصه آب، قصه دست، قصه سر، قصه سنگ، قصه سنگ و سر.
سنگ گذار. ساقیا جامی دگر لبریز کن، آتش ما را به آبی تیز کن، تا خرد ثابت بود بر جای خیش، مدعا را پرده می گیرد به پیش. سرخوشم کن زان زجان پرورده ها، تا توهم را بسوزم پرده ها. مست کردم رشته یارم به دست، قصه مستان که گوید غیر مست؟ قصه مستان که گوید غیر مست؟